وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هیچ جنبنده در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر خداست و خداوند رهایش گاه همیشگی و رهایش گاه موقتی آن را می داند. همه اینها در کتاب روشن درج است. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اوست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک شما در عمل نیکوتر هستید و چون به ایشان بگویی یقینا بعد از مرگ بر انگیخته می شوید. کافران می گویند این سخن جز سحر یعنی دروغ آشکار چیزی دیگری نیست. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت لیقولن ما يحبسه الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانو به یستهزئون. و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم بیگمان میگویند چی چیز این عذاب را باز می دارد. آگاه باشید روزی که عذاب به ایشان برسد هرگز از آنها باز داشتن نمی شود و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرا می گیرد. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. و اگر به انسان از نزد خود رحمتی بچشانیم و سپس آن را از وی بازگیریم بیگمان مایوس و ناسپاس است. ولئن أذقناه نعما ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. و اگر ما به او بعد از سختی و مشکلاتی که دیده نعمتها عنایت کنیم بیگمان میگوید همه مصیبتها از من دور شد. واقعا او شادمان و خودستا میباشد جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و کارهای شایسته کردند. هم اینهایند که برایشان آمرزش و مزد بزرگ ارزانی شده است. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. شاید به خاطرت بیاید که بعضی از آن چرا به تو وحی شده ترک نمایی و سینه تنگ شود از اینکه میگویند چرا بر او گنج فرود آوردن نشده یا با او فرشته نیامده است. به خاطر داشته باشی که تو صرف بیم دهنده می باشی و خداوند به هر چیز نگهبان است. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
آیا میگویند قرآن را افتراء کرده است؟ بگو پس ده سوره افتراء شده مانند این سوره ها بیاورید و هر کسی را که میتوانید جز خدا برای کمک خیش بخوانید اگر صادق هستید. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر درخواست شما را اجابت نکردن پس بدانید آنچه نازل شده به علم خدا نازل شده است و این که معبودی جز او نیست، پس آیا شما مسلمان شدنی هستید؟ من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینت آن باشند جزای اعمالشان را کاملا در این دنیا و ایشان می دهیم و ایشان در آن زیانمند ساختن نمی شود. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. همین هایند که برایشان در آخرت جز آتش نیست و آنچه را در دنیا انجام دادند هبته شد و آنچه کردند باطل است. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که براه واضح از جانب پروردگارش قرار دارد و از پی آن گواهی از جانب خداوند به وی می آید، طوری که پیش از آن کتاب موسی به حیث پیشوا و رحمتی آمده بود، مانند کسی است که از حق انکار می کند؟ همین هایند که به قرآن ایمان می آورند و کسی از گروه ها که به آن کافر شد آتش وعدگاهی اوست، پس در مورد نزول آن در شبه مباش. بیگمان این کتاب حق است از جانب پروردگار تو، اما بیشتر مردم ایمان نمی آورند. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرة هم کافرون. و کیست ستمگار تر از کسی که به خدا دروغی را افترا کرد؟ ایشان در روز قیامت به پروردگار خویش پیش کرده می شوند و گواهان می گویند این هایند کسانی که به پروردگار خویش دروغ بستند. آگاه باشید، لعنت خدا بر ستمگاران است، آنانی که مردم را از راه خدا باز می دارند و در آن وارونگی می جویند، یعنی آن را نادرست جلوه می دهند و ایشان با آخرت کافرند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اینها خدا را در زمین عاجز ساختن نمی توانند، یعنی از مجازات اعمال خیش فرار کردن نمی توانند و برایشان جز خدا کارساز و پشتیبانی نیست. عذاب برایشان دو چند می شود، ایشان توانایی شنیدن حق را نداشتند و آن را دیدن نمی توانستند. أولئك
أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ایشانان که خود را زیانمند ساختند و آنچه را ایشان افترا کردند از ایشان گم شد، یعنی آنها را در خلا گذاشت. لا جرم انهم فی الآخرة هم الأخسرون لاجرم اینها در آخرت از همه زیانکارترند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بیگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به پروردگارشان فروتنی کردند، هم ایشانند اهل بهشت، جاودانه در آنجا می باشند. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون مثال این دو فریق درست همانند کور و کر در برابر بینا و شنواست. آیا اینها در مقایسه با یکدیگر مساویند؟ آیا پند نمیگیرند؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لكم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله این بیگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم که به آنها گفت من برای شما بیمدهنده آشکارم، بر این که جز خدا چیزی دیگر را نپرستید، بیگمان من بر شما از عذاب روز دردناک میترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين کلان شوندگان قوم او کافران گفتند ما تو را جز بشر مثل خیش نمی بینیم. کسانی را که از تو پیروی کرده اند در ظاهر رای جز گروهی از ارازل نمی آبیم و برای شما بر خود فضیلت نمی بینیم، بلکه شما را دروغگو فکر می کنیم. قال یا قوم ارأیتم این کنت على بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون نوح گفت ای قوم من ببینید اگر من از جانب پروردگار خود حجتی داشته باشم و برای من رحمتی از نزد خودش داده باشد که آن رحمت بر شما پوشیده باشد، آیا شما را به قبول آن وادار کنیم در حالی که از آن بیزارید؟ و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكن و ای قوم من در برابر آن دعوت از شما مالی نمی خواهم، نیست مزد من مگر بر خدا، و من کسانی را که ایمان آورده اند از پیش خود نمی رانم، بیگمان ایشان پروردگار خیش را ملاقات می کنند، ولیکن من شما را قوم جاهل می بینم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون ای قوم من آیا چی کسی مرا در برابر عقوبت خدا کمک می کند اگر ایشان را از خود برانم؟ آیا پند نمی گیرید؟ ولا
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين و به شما نمیگویم که خزائن خدا نزد من است و نه هم غیب میدانم. نمیگویم که من فرشته ام. نمیگویم به کسانی که چشمان شما بر ایشان به حقارت مینگرد خداوند به ایشان هرگز خیری نمیدهد. خداوند به آنچه در دلهای ایشان میباشد داناتر است. اگر من ایشان را از خود برانم آنگاه بیگمان از ستمگاران خواهم بود. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين گفتند ای نوح تو با ما مجادله کردی و با ما بسیار مجادله کردی پس آنچه را با ما وعده می کنی بر ما بیاور اگر صادق هستی قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين نوح گفت بیگمان آن را خداوند بر شما می آورد اگر بخواهد و شما این عذاب را مغلوب کننده نیستید ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون اگر خدا بخواهد شما را گمراه بسازد در حالی که من بخواهم شما را نصیحت کنم نیز نصیحت من به شما سودی ندارد اوست پروردگار شما و به سوی او بازگردانیده می شود ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون آیا می گویند آن را افترا کرده است؟ بگو اگر من آن را افترا کرده ام پس گناه من بر من است و من از گناهی که کرده اید مبرایم و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون و به نوح وحی شد که هرگز کسی از قوم تو ایمان نمی آورد مگر آنانی که تا اکنون ایمان آورده اند پس به سبب آنچه می کنند اندوهگین مباش واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون و کشتی را زیر نظر ما و مطابق با وحی ما بساز و بعد از این در مورد ستمگاران با من سخن مگو یعنی شفاعتشان را مکن بیگمان ایشان غرق شدنی هستند ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح کشتی را می ساخت و هر باری که گروهی از کلان شوندگان قوم او بر آن می گذشتند او را تمسخر می کردند نوح گفت شما حالا ما را تمسخر می کنید بیگمان ما هم شما را تمسخر می کنیم همان گونه ای که اکنون شما ما را تمسخر می کنید فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم به زودی خواهید دانست بر کدام کس عذاب رسوا کننده خواهد آمد و عذاب چی کسی همیشگی خواهد بود حتی اذا جاء امرنا و فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن وما آمن معه إلا قليل
تازه با همین منوال دوام کرد تا اینکه فرمان ما رسید و تنور جوشید. به نوح گفتیم از هر جنس دو تن نر و ماده و نیز از خاندانت جز کسی که بر او حکم عذاب قبلا صادر شده است و همین مسلمانان را در کشتی حمل کن و در این هنگام با او ایمان نیاورده بودند مگر عده معدودی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح گفت در کشتی سوار شوید، به نام خداست حرکت آن و لنگر انداختن آن، حقا که پروردگار من آمرزنده و مهربان است. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وکشتیشان را در امواج کوه پیکر می بود و نوح پسرش را که در گوشه بود صدا زد، ای پسرکم با ما سوار شو و با کفار ما باش. قال سآلی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین. پسر نوح گفت به زودی به کوه پناه میبرم که مرا از آب نگه دارد. نوح گفت امروز از فرمان خدا نگه دارنده ای نیست مگر کسی که خدا او را ببخشد، و میان ایشان موجی حائل شد و او از جمله غرق شدگان بود. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و از جانب خدا گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان باران خود را باز دار. آب فرو نشست، کار تمام شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دور باد مردم ستمگر از مرحمت خداوند. و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلی و ان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. و نوح پروردگار خود را ندا کرد ای پروردگار من، بیگمان پسر من از اهل من است و وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگان هستی. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداوند گفت ای نو بدون شک او از اهل تو نیست زیرا او دارای عمل ناشایسته است، پس چیزی که به آن علمی نداری از من مپرس، واقعا که من تو را پند می دهم تا مبادا از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح گفت پروردگار من بیگمان به تو پناه میبرم از آن که از تو چیزی را میپرسم که به آن علمی ندارم، و اگر مرا نیاموزی و بر من رحمت نفرمایی بیگمان از زیانکاران می باشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم. از جانب خدا گفته شد ای نو با سلامتی و برکت هایی که از جانب ما شامل حال تو و گروه های امراهی تو شده است از کشتی فرود آی، و امت های نیز که با زودی ایشان را برای یک دوره محدود بهرمند می گردانیم، سپس از جانب ما به ایشان عذاب دردناک می رسد. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک
كما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می کنم. پیش از این نه تو و نه هم قومی تو اینها را می دانستند. پس صبر و استقامت کن، بیگمان عاقبت نیکو از آنی پرهیزگاران است. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره إن أنتم إلا مفترون. و به قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که برای شما جز او معبودی نیست و در این که به خدا شریک می آورید نیستید مگر افتراء کنندگان. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قوم من در برابر این دعوت شما مزدی نمی طلبم، مزد من نیست جز بر آن که مرا فریده است، آیا نمی فهمید؟ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. و ای قوم من از پروردگار خدا آمرزش بخواهید، سپس به او رجوع کنید یعنی توبه نمایید تا بر شما از آسمان باران را پیوسته بفرستد و نیروی به نیروی شما بیفزاید و گناهکارانه از حق رو گردان مشوید. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتن ای هود به ما حجتی نیاوردی و ما معبودان خود را به گفته تو ترک گفتنی نیستیم و نه هم به تو ایمان آرنده ایم. این نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما نمی گوییم مگر این را که شاید بعضی از معبودان ما به عقل تو زیانی رسانده اند. گفت من خدا را گواه می آورم و شما گواه باشید که من واقعا از آنچه شما شک می آورید بیزارم و جز وی. پس همه شما در حق من دسیسه بیچینید، سپس به من مهلت ندهید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها این ربی علی صراط مستقیم. بیگمان من با خدای پروردگار خود و پروردگار شما توکل کردم، هیچ جانداری نیست مگر آن که خدا از موی پیشانی آن میگیرد، یعنی بر آن تسلط کامل دارد. بیگمان پروردگار من بر راه راست است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. اگر روی برگردانید یعنی نافرمانی کنید، پس بیگمان پیامی را که با آن به سوی شما فرستاده شدم ابلاغ کردم و پروردگار من قوم دیگری را جز شما جانشین می سازد و شما به او هیچ ضرری رساندن نمی توانید. حقا که پروردگار من به هر چیز نگهبان است. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ.
چون فرمان ما فرا رسید، هود و آنانی را که با او ایمان آوردند به مرحمتی از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از عذاب شدید رهانیدیم. و تلك عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنید. و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را تکذیب و پیامبران او را نافرمانی کردند و فرمان هر سرکش ستیزکاری را پیروی نمودند. و ادعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه الا این عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. و لعنت در این دنیا ایشان را دنبال کرد، یعنی از ایشان نام ننگین ماند و در آخرت نیز. بیگمان عاد به پروردگار خود کافر شدند. آگاه باشید، دور باد عاد قوم هود از رحمت الهی. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. وبه قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. او گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید، برای شما جز او معبودی نیست. او شما را زمین آفرید و به آبادانی آن گماشت، لذا از او آمرزش بخواهید، سپس به او رجوع کنید. بیگمان پروردگار من نزدیک و اجابت کننده دعا است. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آبا شك مما تدعونا إليه مريب. گفتند ای صالح، واقعا تو قبلا در میان ما مایه امید بودی، آیا تو ما را از پرستش آنچه پدران ما می پرستیدن منع می کنی؟ و ما بیگمان به آنچه تو ما را به آن می خوانی در شک و تردید هستیم. قال یا قوم ارأیتم این كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح گفت ای قوم من، و من بگوید اگر من از جانب پروردگار خود دلیلی آشکاری داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد، اگر خدا را نافرمانی کنم کی مرا در برابر خدا یاری می دهد؟ پس شما جز نقصان به من چیزی زیاده نمی کنید. و یا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ای قوم من، این ناقه از جانب خدا برای شما نشانه است، پس آن را بگذارید تا آزادانه در زمین خدا بچرد و به آن ضرر مرسانید، در غیر آن به زودی عذاب شما را گرفتار می کند. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام ذلك وعد غیر مکذوب. ایشان آن شتر را پی کردند. پس صالح گفت در خانه‌های خود 3 روز از زندگی بهره‌مند باشید، این وعده است غیر قابل تکذیب. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یوم اذ این هو القوی العزیز. پس چون فرمان ما فرا رسید،
صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به مرحمت از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از رسوایی آن روز وارهانیدیم. حقا که پروردگار تو هم اوست، قوی و صاحب قدرت منی. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین کأن لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. و ستمگاران را آواز مهیب فرو گرفت، پس در خانه های خود چون مردگانی بروی افتاده گردیدند که گویی هرگز در آن سرزمین زندگی نداشتند. آگاه باشید، واقعا ثمود به پروردگار خود کفر ورزیدند. هان دور باد ثمود از رحمت خداوند. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. به تحقیق که فرستادگان ما به ابراهیم بشارتی آوردند، گفتند سلام بر تو. ابراهیم گفت و بر شما نیز سلام، پس طول نکشید که برایشان گوساله بیانی آورد. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف این و چون دید دست آنها به طعام نمی رسد، یعنی از آن نمی خورند، رویه ایشان را ناشنا پنداشت و از ایشان احساس ترس کرد. گفتند مترس، بیگمان ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و امرأته قائمت فضحکت فبشرناها بی اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. زن ابراهیم که در آنجا ایستاده بود خندید، پس ما او را به پیدایش اسحاق و از پی اسحاق به پیدایش یعقوب بشارت دادیم. قالت یا ویلتا الد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا این هذا لشیء عجیب. آن زن گفت وای بر من، آیا در حالی که من پیر زنی ام باز هم فرزندی خواهم آورد؟ و این شوهر من مردی بس کلان سال است، واقعا این چیزی عجیب است. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فرستادگان گفتند آیا از قدرت خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکات او شامل حال شما خانواده است، حقا که خدا وان ستوده و بزرگ است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط. چون از ابراهیم ترس دور شد و این مژده به او رسید، با ما درباره قوم لوط مجادله می کرد. این ابراهیم لحلیم اواب منیب. آره، ابراهیم بردبار دلسوز و خداجو بود. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. خداوند به او گفت ابراهیم از این کار صرف نظر کن، وقت این است که فرمان پروردگارت صادر شده و بیگمان به ایشان عذابی که برگشت ندارد رسیده نیست. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ و قال هذا يوم عصيب.
هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، ناراحت و دلتنگ گردید از ترس اینکه مبادا نتواند ایشان را حفاظت کند و گفت این روز سختی است. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم ها لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وقوم او بسوی او یورشکنان آمدند و ایشان قبلا کارهای زشت میکردند. لوط گفت ای قوم من، اینها دختران من هستند، ایشان برای شما اگر نکاحشان کنید پاکیزه ترند، بنابران از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانان من رسوا مکنید. آیا در میان شما مردی رشیدی وجود ندارد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و انك لتعلم ما نريد. ایشان گفتند واقعا تو میدانی که با دختران تو حق و میل نداری و تو خوب میدانی که ما چی میخواهیم. قال لو ان لی بكم قوه او آوی الی رکن شدید. گفت ای کاش در برابر شما قدرتی میداشتم یا با تکیگاه مستحکم پناه برده میتوانستم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن صبح الیس الصبح بقریب. فرستادگان گفتند ای لوط، بیگمان ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، ایشان هرگز به تو دست یافتن نمی توانند، پس در پاسی از شب خانواده خیش را از این شهر ببر و هیچ کس از شما به پشت سر خود نگاه نکند مگر همسرت که به او نیز همان چیزی رسیده نیست که به ایشان می رسد. بیگمان موعد ایشان صبح است، آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومتا عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید. چون فرمان ما فرا رسید آن خانه ها را زیر و رو کردیم و بر ایشان از سنگ گل یعنی گل پخته پی در پی بارانیدیم، سنگ هایی که در نزد پروردگارت نشان کرده شده بود و این از ستمگاران دور نیست. و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و به سوی قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم. او گفت ای قوم من، خدا را پرستش کنید، شما را جز او معبودی نیست و پیمانه و وزن را کم مکنید، بیگمان من شما را به خیر یعنی در آشودگی میبینم و بیگمان به شما عذاب روز فراگیر را خوف دارم. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. و ای قوم من، پیمانه و وزن را به انصاف ادا کنید، به مردم هیچ چیزشان را کم ندهید و در زمین به فسادکاری دست نیازید.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. آنچه خدا با شما بعد از ایفای پیمانه و وزن با کی گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمن هستید و من بر شما نگهبان نیستم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نماز تو ترا دستور می دهد که آنچرا پدران ما می پرستیدن ترک گوییم یا در اموال خود طوری که بخواهیم تصرف نکنیم؟ بیگمان تو انسان برده بار و راه یافته می باشی. قال یا قوم ارأیتم این کنت على بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. گفت ای قوم من، آیا دیدید اگر من از جانب پروردگار خود دلیلی آشکار داشته باشم و او مرا روزی خوبی از جانب خود داده باشد، آیا باز هم از فرمان او تخلف ورزم؟ من اراده ندارم که با شما مخالفت کنم، یعنی نمی خواهم مرتکب عملی شوم در چیزی که شما را از آن منع می نمایم. من تا حدی که بتوانم جز اصلاح نمی خواهم و توفیق من جز به مدد خدا میسر نیست. بر وی توکل کردم و به او رجوع می کنم. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم. ای قوم من، مبادا دشمنی شما با من شما را نیز به سرنوشت قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح دچار سازد و قوم لوط از شما دور نیست. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه این ربی رحیم و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به سوی او به توبه رجوع کنید. حقا که پروردگار من مهربان و دوست دارنده است. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهتک لرجمناک و ما گفتند ای شعیب، بس از چیزهایی را که میگویی نمیفهمیم و بیگمان تو را در میان خود ضعیف میبینیم و اگر به خاطر قبیله تو نمی بود بیگمان تو را سنگسار میکردیم و تو پیش ما عزتی نداری. قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا این ربی بما تعملون محیط. شعیب گفت ای قوم من، آیا قبیله من نزد شما از خدا عزیزتر است در حالی که فرمان خدا را پشت سر خیش انداخته اید؟ بیگمان به آنچه می کنید پروردگار من احاطه دارد. و یا قوم اعملوا على مکانتکم اینی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا اینی معکم رقیب.
ای قوم من، هر چی می توانید بکنید، من هم آنچه می توانم انجام خواهم داد. به زودی خواهید دانست عذاب رسوا کننده به سر وقتی کی می آید و کی دروغ گوست. انتظار بکشید، بیگمان من نیز با شما منتظرم. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدین كما بعدت ثمود. و چون فرمان ما رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آوردند به رحمتی از نزد خود نجات دادیم و ستمگاران را آواز مهیب فرا گرفت. پس در خانه های خود مردگانی بر روی افتاده گردیدند، گویی هرگز در آنجا زندگی نداشتند. آگاه باش، دور باد مدین از رحمت خدا، چنان که قوم ثمود دور شدند. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. بیگمان ما موسی را با آیات خود و با حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و کلان شوندگان قوم او، ولی آنها فرمان فرعون را پیروی کردند، در حالی که فرمان فرعون مایه رهیابی نبود. یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود. او در روز قیامت جلو روی قوم خود می شود و ایشان را در آن گرمی سوزان عوض آن که به آبگاه ببرد وارد آتش می کند و چی بد جایست دوزخ که به آن وارد ساخته می شود. و اتبعو فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود. ایشان در این جهان و هم در روز قیامت با لعنت تعقیب می شوند و چی بد عطیه است که به ایشان داده می شود. ذالک من انباء القرآن قصه علیک منها قائم و حصید. این از احوال شهرهاست که برای تو بازگو می نماییم که بعضی هنوز برپایند و بعضی درو شده، یعنی از بین رفته. و ما ظلمناهم ولیکن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ما به آنها ستم نکردیم، بلکه خودشان برخیشتن ستم کردند. چون امر پروردگار تو رسید، آن معبودانی که جز خدا و ایشان نیایش می کردند از آنها دفاع نتوانستند و به ایشان جز هلاکت نیفزودند. و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى و هی ظالمه این اخذه علیم شدید. و چنین است گرفتار کردن پروردگار تو، چون مردم شهرها را گرفتار کند و ایشان ستمگار باشند، حقا که گرفتار کردن او دردناک و شدید است. این فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الاخره ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. بیگمان در این سخن نشانه است برای کسی که از عذاب آخرت یعنی روز قیامت بترسد. این روزی است که در آن همه مردم جمع می شوند و روزی است که همه در آن حضور دارند. و ما نؤخره الا لاجل معدود.
ما آن را به تأخیر نمی اندازیم مگر تا زمان مقرر شده. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. روزی که قیامت فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید. بعضی از ایشان بدبختند و بعضی هم سعادتمند. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. پس کسانی که بدبخت شدند در آتش می باشند، در آنجا برایشان فریاد شدید و ناله زار است. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. تا آسمان ها و زمین پاورجاست در آن آتش همیشه به سر میبرند مگر آنچه پروردگار تو بخواهد. حقا که پروردگار تو هر چیزی را که بخواهد انجام داده نیست. و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجزوی. و اما آنانی که سعادتمند شدند در بهشت می باشند و تا آسمان ها و زمین پاورجاست در آنجا جاودانه به سر می برند مگر آنچه پروردگارت بخواهد. بخشش بلا انقطاع. فلا تک فی مریت مما یعبدها پس در مورد آنچه ایشان می پرستند شبهه به خود راه مده. ایشان نمی پرستند مگر به گونه ای که پیش از این پدرانشان پرستش می کردند و بیگمان ما نصیب ایشان را بدون کم و کاست می دهیم. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا کلمت سبقت من ربك لقضی بینهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. حقا که به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم پس در آن اختلاف به عمل آمد و اگر قبلا از جانب پروردگار تو حکم صادر نمی شد بیگمان در میانشان دوری صورت می گرفت و واقعا ایشان در مورد آن در شک آمیخته با بدگمانی اند. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بیگمان پروردگارت به همه مردم جزای کامل اعمالشان را می دهد. حقا که او به آنچه می کنند آگاست. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پس به همان گونه ای که مأمور شدی ثابت قدم باش، هم تو هم آنهایی که با تو به خدا رو آورده اند و سرکشی مکنید. حقا که او به آنچه می کنید بیناست. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. و به ستمگاران میل نورزید یعنی ایشان را تکیه‌گاه خود نسازید زیرا با این کار آتش شما را می‌گیرد و برای شما جز خدا حامیانی نیست و در این حال به شما کمک نمی شود. و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل این الحسنات یذهبن السیئات
ذلك ذكرى للذاكرين. و نماز را در دو طرف روز و اوائل شب برپا دار، بیگمان حسنات سیئات را می زداید. این پندیست به مردم پند نیوش. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وصبر كن حقا که خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی کند. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پس چرا در قرنهای پیش از شما مردم خیرمندی نبودند که از گسترش فساد در روی زمین جلوگیری می کردند، مگر تعداد قلیلی از ایشان که آنها را نجات دادیم و ستمگاران برای رفتند که غرق تن پروری شدند و گناهکار بودند. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. و چنین نیست که پروردگارت آبادی ها را به ستم نابود سازد در حالی که اهل آن در صدد اصلاح باشد. ولو شاء ربك لجعل الناس امتا واحدتا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. و اگر پروردگارت می خواست مردم را امت واحد می گردانید، ولی ایشان همواره در اختلافند، جز کسانی که خداوند بر آنها رحم کند و به همین مقصد ایشان را آفرید و حکم پروردگارت قطعیت یافت که دوزخ را از مجموعه از جن و انس پر می کنیم. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤاده و جاءک فی هذه الحق و موعظت و ذکرى للمؤمنین. هر چیزی را که ما به تو از احوال پیامبران بیان می کنیم با آن قلبت را قوت می بخشیم و در این داستانها برای تو سخن حق آمده است و پندی و یاد بودی برای مؤمنان. و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون و انتظرو انا تظرون. و به آنهایی که ایمان نمی آرند بگو هرچی می توانید بکنید، ما نیز آنچه می توانیم انجام خواهیم داد، انتظار بکشید، ما نیز منتظریم. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر كله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. اسرار غیب آسمان ها و زمین از آن خداست و همه کارها به او ارجاع می شوند، پس او را پرستش کن و بر او توکل نما و از آنچه می کنید پروردگارت بی خبر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. الف لام را این آیات کتاب آشکار است. اینا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. حقا که ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا باشد که شما درک کنید. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من
قبله لمن الغافلين. ما به تو بهترین قصه ها را قصه می کنیم که این که به تو این قرآن را وحی کردیم هرچند پیش از این از غافلان بودی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت اینی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بیادار هنگامی را که یوسف با پدرش گفت ای پدرم من 11 ستاره و خورشید و ماه را به خواب دیدم که به من سجده می کنند. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب گفت ای پسرکم رویای خود را به برادرانت قسم مکن، مبادا برای تو دسیسه بسازند، حقا که شیطان برای انسان دشمن است آشکار. و كذلك یجتبیك ربك و یعلمك من تأویل الاحادیث و یتم نعمته عليك و على آل یعقوب كما اتمها على من قبل ابراهیم و اسحاق این ربک علیم حکیم. و بدین ترتیب پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خوابها و حوادث به تو می آموزد و نعمت خیش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند، مثل که آن را پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد، حقا که پروردگارت دانا و با حکمت است. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. واكن در داستان يوسف و برادرانش نشانه‌هایی است برای جویندگان حق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بیادار وقتی را که برادران گفتند براستی که یوسف و برادر سکه او نزد پدر ما از ما محبوب ترند، در حالی که ما نیرومندیم، بیگمان که پدر ما در خطای آشکار است. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف را بکشید یا او را به سرزمین نامعلوم بیفکنید تا توجه پدر شما تنها به شما بماند و بعد از وی گروه صالح باشید. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارت این کنتم فاعلین. یکی از آنها گفت یوسف را مکشید، اگر کاری می خواهید بکنید او را در قعر چاهی بیفکنید تا یکی از رهگذران او را بگیرد. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون. گفتند ای پدر ما تو را چی شده که برای یوسف ما را امین نمی دانی، در حالی که ما واقعا خیرخواه اوییم. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. او را با ما فردا بفرست تا دم بیاساید و بازی کند و بیگمان ما بر او نگهبانی. قال اینی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. یعقوب گفت واکن مرا اندوهگین می سازد که او را از پیش من ببرید و حراس دارم مبادا در هنگامی که متوجه او نباشید او را گرگ بخورد. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبت انا اذا لخاسرون. گفتند اگر او را گرگ بخورد در حالی که ما نیرومندیم حقا که در آن صورت زیانکار خواهیم بود. يجعلوه في غيابة الجب
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. پس چون یوسف را بردند و اتفاق کردند تا او را در قعر چاه بیفگنند، به وی وحی کردیم یقینا روزی ایشان را به این کارشان آگاه میگردانی در حالی که آنها تو را نشناسند. و جاءوا اباهم عشاء یبکون، و شبانگاه گریه کنان نزد پدر خود آمدند. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. گفتند ای پدر ما، حقیقت این است که ما رفتیم با هم مسابقه می کردیم و یوسف را نزد کالاهای خود گذاشتیم، پس گرگ او را خورد، ولی تو سخن ما را باور نمی کنی، اگرچه ما راستگو هم باشی. و جاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. و پیراهن او را با خون دروغینی که به آن آغشته بودند آوردند. یعقوب گفت نه خیر، بلکه هوای نفس شما برای شما این کار را آراسته است، پس کار من صبر جمیل است و خدا بر آنچه میگویید مددگار است. و جاءت سیارت فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وكاروان آمد، آبدار خود را فرستادند. او دلو خود را انداخت و گفت چی مژده ای؟ این نوجوانی است. و او را به حیث سرمایه پنهان داشتند و خداوند به آنچه می کردند داناست. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. او را به بهای ناچیز فروختند، در همه چند و در مورد فروختن او به اعتنا بودند. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكسي كي أورا از مصر خريد با همسر خود گفت مقام أورا گرامی دار، شاید او به ما مفید ثابت شود یا او را فرزند بگیریم و بدین گونه یوسف را در آن سرزمین جاگزین ساختیم تا به او تعبیر خوابها و حوادث را بیاموزیم و خداوند بر کار خود غالب است و لیکن اکثر مردم نمی دانند. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و كذلك نجزي المحسنين. و چون یوسف به حد بلوغ رسید او را قدرت داوری و علم دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم. و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. و از زنی که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد و درها را بست و گفت پیش آی، برای کامجویی تو آماده. یوسف گفت پناه می برم به خدا، بیگمان شوهر تو صاحب نعمت من است، او مقام مرا در این خانه گرامی ساخت، حقا که ستمگاران رستگار نمی شود. ولقد همت به
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. و آن زن از یوسف کام خواست، او نیز اگر دلیل پروردگارش را نمی دید از آن زن کام می جست. این چنین کردیم تا از او بدی و فحشا را دور سازیم، بیگمان او از بندگان مخلص ماست. و استبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. هر دو به سوی دروازه شتافتند، او پیراهن یوسف را از پشت درید و شوهر آن زن را نزدیک دروازه یافتند. زن گفت جزای کسی که به خانواده تو بدی بخواهد چیست جز آن که زندانی شود یا عذاب دردناک ببیند؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف گفت این او بود که مرا به کام جویی فراخواند و گواهی از کسانی آن زن گواهی داد بر اینکه اگر پیراهن او از پیش دریده شده است پس زن راست میگوید و یوسف از دروغگویان است. و این کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. ولی اگر پیراهن او از پشت دریده شده است پس آن زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است. قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. و چون عزیز پیراهن او را دید که از پشت دریده شده است گفت بیگمان این کار از مکر و افسون شما زنان است و بیگمان مکر و افسون شما بزرگ و خطرناک است. یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يوسف از این ماجرا درگذر و تو هم ایضا برای گناهت آمرزش بخواه، تو واقعا از خطاکاران بودی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اینا لنراها فی ضلال مبین. گروهی از زنان در شهر گفتند زن عزیز از غلامش کام می جوید، براستی عشق این جوان به اعماق دل او را یافته است، بیگمان ما او را در گمراهی آشکار می بینیم. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا و آتت كل واحدة منهن سكینا و قالت اخرج علیهن. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. چون زن عزیز از مکرشان آگاه شد ایشان را دعوت کرد و برایشان تکیگاهی آماده ساخت، یعنی مهمانی مجلل برپا نمود و برای بریدن میوه به دست هر یکیشان کاردی داد و با یوسف گفت بر ایشان بیرون آی. پس چون او را دیدند او را ستودند و در عالم حیرت دستهای خود را بریدند و گفتند پاک است خدا، این جوان بشر نیست، این نیست مگر فرشته نجیب. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. زن عزیز گفت این است آن که مرا در مورد عشق با وی ملامت کرده بودید،
من واقعا برای کام گرفتن از او قوای مراوده برقرار کردم، ولی او خویشتنداری کرد. ولی اگر او کنون از آنچه به او دستور میدهم ابا ورزد، البته به زندان خواهد افتاد و مسلماً از زمره مردم ذلیل خواهد شد. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. یوسف گفت پروردگار من، زندان نسبت به آنچه مرا به آن فرا می خوانند برایم خوشایندتر است، و اگر از من دسیسه این زنان را دفع نکنی با ایشان شفته می شوم و از جاهلان می گردم. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. در این حال پروردگارش دعای او را اجابت کرد و دسیسه ایشان را از او دفع نمود. حقا که هم اوست شنوا و دانا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. سپس بعد از این که نشانه های را از پاکی یوسف دیدند، با آن هم به خاطر ایشان آمد بهتر است او را تا مدت زندانی کنند. و دخل معه السجن فتیان، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله اننا نراک من المحسنین. و با او در زندان دو جوان داخل شدند. یکی از ایشان گفت خود را در خواب میبینم که انگور را برای شراب میفشارم، و آن دیگر گفت خود را در خواب میبینم که به سرم نان میبرم و مرغان از آن میخورند. ما را از تعبیر آن آگاه ساز، ما تو را واقعا از نیکوکاران میبینیم. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلكما مما علمنی ربی اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. یوسف گفت برای شما طعامی که جیره داده می شود نمی آید مگر اینکه پیش از آن من از تعبیر آن خوابها شما را آگاه سازم. این از چیزهایی است که خداوند به من آموخته است. بیگمان من کیش گروهی را ترک گفتم که به خدا ایمان نمی آرند و ایشان به آخرت کافرند، یعنی از قیامت انکار دارند. و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وکیش پدران خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. برای ما روا نیست که به خدا چیزی را انباز گیریم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولیکن اکثر مردم ناسپاس است. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای دو یار همزندان من، آیا معبودان متعدد بهترند یا خدای واحد و بسیار غالب؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شما غير خ...
خدا نمی پرستید مگر اسمهای بی مسمایی را که شما و پدران شما بر آنها نام خدا را گذاشته اید. خداوند بر آنها هیچ دلیلی نفرستاده است، نیست حکم مگر از جانب خدا. حکم کرده است که جز او کسی دیگر را نپرستید. این از آیین واقعی ولیکن اکثر مردم نمی دانند. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اي دو دوست هم زندان من، اما یکی از شما آزاد می شود و با بادار شراب می نوشاند و اما آن دیگر بدار آویخته می شود و مرغان از سر او می خورند. در موضوعی که سوال می کنید چنین حکم شده است. و قال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. و یوسف به یکی از آن دو تن که می پنداشت آزاد می شود گفت مرا نزد بادارت یاد کن، اما شیطان یاد یوسف را نزد بادارش از خاطر او برد و یوسف چند سال در زندان باقی ماند. و قال الملك اینی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون. پادشاه مصر گفت در خواب هفت گاو فربه را میبینم که هفت گاو لاغر آنها را میخورند و هفت خوشه سبز غله و هفت خوشه خشک را. ای کلان شوندگان، حکم خوابم را روشن کنید اگر خواب را تعبیر کرده میتوانید. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. گفتند خوابهای پریشان است و ما با تعبیر خوابهای پریشان آگاهی نداریم. و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امت انا انبئکم بتأویله فارسلون. یکی از آن دو نفر که از محبس نجات یافته بود و بعد از مدتی یوسف را به یاد آورد و پادشاه گفت من شما را به تعبیر این خواب خبر می دهم، پس مرا نزد یوسف بفرستید. یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. یوسف ای مردی راستگویی، برای ما تعبیر رویای هفت گاو فربه که آن را هفت گاو لاغر میخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خشکیده را بگو، شاید من به سوی این مردم برگردم تا ایشان بدانند. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون. یوسف گفت هفت سال پیاپی طبق معمول زراعت می کنید، پس آنچه را درو می کنید در خوشه آن بگذارید مگر اندکی از آن را که می خورید. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون. باز بعد از آن هفت سال سخت خشکی و قحطی می آید که آنچه را برای ایشان از پیش ذخیره کرده بودید می خورند مگر اندکی از آنچه که برای تخم نگه می دارید. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. بعد از آن سالی می آید که در آن برای مردم باران فراوانی می شود و در آن انگور و دیگر دانه ها را می فشرند و از آن آب می کشند. و قال الملك اتونی به فلما جاءه
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. پادشاه گفت او را نزد من بیاورید. اما یوسف هنگامی که فرستاده نزد او احمد گفت نزد بادارت بازگرد و از او بپرس و موقف زنانی که دستهای خود را بریدن چیست؟ بیگمان خداوند من از مکر ایشان آگاست. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پادشاه به زنان گفت هنگامی که میخواستید از یوسف کام بگیرید موقف شما چی بود؟ گفتند پاک است خدا، ما در او یعنی یوسف از به هیچ چیزی نیافتیم. زن عزیز گفت حالا حق آشکار شد، من با او برای کام گرفتن مراوده برقرار کردم و او واقعا از راستکاران است. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. این را گفتم تا بداند که من در غیابش به او خیانت نکردم و خداوند هرگز نیرنگ خائنان را رهبری نمی کند.